سرخط خبرها. حمله انتحاری به ستاد نیروی انتظامی چابهار با خودرو، مهاجم و دو نفر دیگر کشته شدند، نزدیک به 30 نفر زخمی. همون جلوی در ماشین منفجر میشه و دو نفر از عزیزان ما که دژبان جلوی در بوده، یک نفر ماد و یک نفر وظیفه شهید میشه. ابطال آرای انتخابات پارلمانی افغانستان در کابل. کمیسیون رسیدگی به شکایت انتخاباتی میگوید 24 دلیل حقوقی دارد. توافق اعضای اوپک بر سر کاهش تولید برای مقابله با افت قیمت. ایران اما میگوید حاضر به کاستن از سهمش نیست. هرگز کاهش جدیدی رو در این شرایط برای تولید خودش در شرایط تحریم نخواهد رسوند. و چشم امید یمنی ها به استکهلم. مذاکرات حوثی ها و نمایندگان دولت پس از 2 سال وقفه از سر گرفته شد. سلام، به اولین بخش خبری امروز از تلویزیون فارسی بی بی سی خوش آمدید. امروز صبح یک خودروی بمب گذاری شده در یک عملیات انتحاری به مقر فرماندهی نیروی انتظامی چابهار در سیستان و بلوچستان حمله کرد. مقام‌های محلی میگویند در این حمله 2 مأمور نیروی انتظامی کشته و دست کم 27 نفر زخمی شدند. ژیار گل گزارش می‌دهد. صدای مهیب انفجار، لحظاتی بعد ابری از دور دیده می شود. هدف مقر فرماندهی نیروی انتظامی. در این تصاویر که شهروندان چابهار منتشر کردند، پس از انفجار صدای تیراندازی شنیده می شود. امروز حدود ساعت 10 صبح به وقت محلی، راننده خودروی نیسان بمبگذاری شده در یک عملیات انتحاری ماشین خود را به این مرکز فرماندهی نیروی انتظامی در شهر بندری چابهار در استان سیستان و بلوچستان کوبید. نیروی زمینی سپاه پاسداران فرماندهی امنیت مرزهای این منطقه را به عهده دارد. با نیت اینکه از در وارد بشه به داخل انتظامی بیاد، ولی که جلوی در با مقاومت عزیزان دژبان انتظامی مواجه میشه و همون جلوی در ماشین منفجر میشه. مقام های استانداری سیستان و بلوچستان نام قربانیان را اعلام کردند. در این انفجار دست کم 27 نفر زخمی شدند و فرد مهاجم هم کشته شده. در یک دهه گذشته گروه های مسلحی که میگویند برای حقوق سنی های ایران مبارزه می کنند، عامل بمبگذاری و حمله به نیروهای امنیتی ایران در استان سیستان و بلوچستان بودند. ژیارگل، بی بی سی. مهدی طلعتی تحلیلگر مسائل امنیتی و نظامی از سنگالن سوئیس با ماست. آقای طلعتی، هنوز گروهی مسئولیت این حمله رو به عهده نگرفته، ولی آیا میتونیم حدس بزنیم چه گروهی پشت این حمله است؟ ببینید، گروهی که عنوان میشه توی صحبت‌های مردم توی فضای مجازی این هستش که انصارالفرقان این کار رو کردن و به این حمله دست زدن. اینها گروهی هستند که قبلا از ادغام 2 گروه داخل منطقه به وجود اومدن و تا حالا تمام تحرکاتی که در این منطقه شکل گرفته توسط این گروه بوده و ادعاشون هم دفاع از حق مردم این منطقه و حق مذهبیشون در واقع اهل تسنن هستش. از لحاظ امنیتی الان چابهار در چه موقعیتی قرار داره؟ ببینید، چابهار بعد از تحریم هایی که اجرا شده بر علیه ایران از این تحریم ها مستثنا شده و جایگاه ویژه‌ای رو در استراتژی اقتصادی ایران پیدا کرده و اگر به این نقش هند رو در گسترش و توسعه این بندر هم اضافه بکنیم که در واقع خواهان این هستش که کریدوری از آسیای میانه افغانستان رو به چابهار وصل بکنه و در برابر سیاست‌های منطقه‌ای چین به نوعی موازنه به سیاست‌های هند بده، متوجه میشیم که این بندر
از اهمیت استراتژیک زیادی برخوردار هستید، خصوصا اینکه یکی از راه‌های بسیار مهم برای افغانستان و تدارکاتش هست. به قدری مهم بوده که آمریکا حاضر شده بر اثر فشار افغانستان و هند این منطقه رو از تحریم ها مستثنا بکنه. بنابراین توی اهمیت این منطقه برای ایران، برای هند و برای کشورهای آسیای میانه و افغانستان هیچ شکی وجود نداره و به همین دلیل هستش که از نظر امنیتی باید در اولویت قرار بگیره. و من تصورم بر اینه که با توجه به حضور آقای خاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه توی این منطقه جلسه اونجا قرار بوده برگزار بشه و همزمان با این قضیه این مسئله صورت گرفته. با توجه به همین اهمیت این منطقه از لحاظ امنیتی فکر میکنید چقدر واقعا الان اولویت در نظر گرفته شده که امنیت این منطقه به طور کامل حفظ بشه؟ ببینید، یکی از روزنه های فرار ایران از تحریم ها و بازگذاشتن فضای تنفسش این منطقه هستش و بنابراین قاعدتا در صدر اولویت های امنیتی ایران در مناطق مرزی و مناطقی که قرار توسعه پیدا بکنن قرار میگیره و بنابر همین دلیل هم هستش که سپاه تا اونجایی که من برنامهش رو دیدم برنامه های گسترده ای رو برای این منطقه داره و سعی کرده با دفاع چند لایه در مرزها بتونه امنیت این منطقه رو تأمین بکنه. باید توجه داشته باشیم که این منطقه تقریبا به شکل ترانزیت عمل میکنه و یکی از مهمترین راه های موفقیت کانال های ترانزیت این کوریدورها این هستش که امنیت توش برقرار بشه. هر گونه ناامنی باعث مختل شدن تردد و انتقال تدارکات از این کوریدور خواهد شد. مهدی طلعتی، تحلیلگر مسائل امنیتی و نظامی از سنگالن سوئیس، متشکرم از شما. اجازه بدید بریم به لس آنجلس. در هتل در بورلی هیلز تصاویر زنده داریم از مراسم اعلام نامزدهای جایزه گلدن گلوب همین لحظه در این مراسم که در هتل بورلی هیلتون هالیوود در لس آنجلس در حال برگزاری نامزدهای 76مین دوره این جوایز دارند اعلام میشن. برندگان جایزه گلدن گلوب که هر سال قبل از جایزه اسکار به تولیدات سینمایی و تلویزیونی هالیوود داده میشه، یک ماه دیگه ششم ژانویه 2019 اعلام خواهد شد و برندگان با بیش از رأی 90 روزنامه‌نگار که اخبار هالیوود رو عمدتاً برای رسانه‌های خارج از آمریکا پوشش میدن انتخاب میشن. Best performance by an actress in a supporting role in any motion picture. Amy Adams, Vice. Claire Foy, First Man. Regina King, If Beale Street Could Talk. Emma Stone, The Favorite. Rachel Weisz, The Favorite. خب همونطور که شنیدید اسامی رو که الان نامزد شدن برای جایزه گلدن گلوب امسال داره اعلام میشه. از اونجایی که این مراسم از قبل از مراسم اسکار برگزار میشه، زمینه‌ای برای گمانه‌زنی درباره برندگان اسکار هم ایجاد میکنه. مراسم اعطای این جایزه بعد از اسکار و گرمی سومین مراسم پربیننده اعطای جوایزی که در بیش از 160 کشور جهان برگزار میشه. کمیسیون رسیدگی به شکایت انتخاباتی افغانستان آرای انتخابات پارلمانی کابل را باطل اعلام کرد. این کمیسیون میگوید وجود مشکلات جدی در جریان برگزاری انتخابات در کابل عادلانه بودن انتخابات را خدشه‌دار کرده. کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی همچنین 4 عضو کمیسیون مستقل انتخابات و رئیس پیشین کمیسیون کابل را برکنار کرد. احتمال می‌رود کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی آرای برخی از ولایت‌های دیگر را هم باطل اعلام کند. برای صحبت بیشتر در این باره علیرضا روحانی، سخنگوی کمیسیون شکایت انتخاباتی از کابل با ما هستند. آقای روحانی، کمیسیون مستقل انتخابات میگه اسناد و دلایل شما برای ابطای انتخابات کافی و قابل قبول نیست. تصمیم ما مبنی بر ابطال آرای انتخاباتی ولسی جرگه ولایت کابل در راستای دفاع از حقوق شهروندان افغانستان و در راستای تأمین عدالت انتخاباتی
و منطبق به مواد قانونی و در چارچوب وظایف و صلاحیت های کمیسیون شکایات انتخاباتی است. بر اساس قوانین مربوطه به ویژه قانون انتخابات، حق رایدهی و برخورداری از انتخابات شفاف، سالم، عادلانه و عمومی جزء حقوق شهروندان است و عادلانه بودن و مستقیم بودن و سری بودن جزء شرایط انتخابات است. و بر اساس ماده 94 قانون انتخابات، فقره بند 5 ماده 94 قانون انتخابات، هرگاه این شرایط انتخابات، یعنی اصول عادلانه بودن یا سری بودن یا مستقیم بودن انتخابات، صدمه و خدشه بهش وارد شود، کمیسیون شکایات انتخاباتی صلاحیت و مکلفیت دارد که انتخابات اگر در یک مرکز است آن مرکز و اگر مربوط به یک حوزه است آن حوزه را باطل اعلان بکند. موضوع همینه. کمیسیون شما بله کمیسیون شما ابتدا فقط آرای بایومتریک نشده رو باطل اعلام کرده بود. چه شده که الان تصمیم گرفتید تمام آرا در کابل رو باطل اعلام کنید؟ آنچه که از یافته های نهادهای مختلف ناظر انتخاباتی و حتی احزاب سیاسی و سایر یافته ها، به ویژه یافته های مستقیمی هر دو کمیسیون، به ویژه کمیسیون شکایات انتخاباتی، یک از روز و روند رایدهی، همچنین بحث شمارش آرا، انتقال صندوق ها و سپس ورود دیتا ها به در حقیقت مرکز معلوماتی و همچنین پروسه بازشماری آرا به دست میاد که در تمام اینمی موارد و مراحل متاسفانه استانداردهای یک انتخابات سالم رعایت نشده و لوایح و طرز العمل ها و قوانین مربوطه به صورت مکرر نقض شده و تخلفات و تخطی های انتخاباتی به وفور اتفاق افتاده. و با توجه به اینکه کمیسیون محترم انتخابات همونطور که خودشان هم اعتراف دارن نتوانستن یا نخواستند که پروسه را به درستی مدیریت کنند و در نبود و فقدان یک مدیریت سالم عملا زمینه سوء استفاده و امکان تخطی‌ها و تخلفات و تقلبات انتخاباتی به گونه گسترده فراهم شده است. مجموعی از اینها در عمل که اسناد مربوطیش را امروز هم کمیسیون شکایات انتخاباتی حداقل لیست از اونها را برش اشاره کرد، باعث شد که انتخاباتی که در جریان است، انتخاباتی که برگزار شد و روند شمارش و بازشماری از او که بعدا در جریان قرار گرفت، هیچ کدام شرایط که انتخابات عادلانه و در حقیقت مستقیم و سری را نداشته باشد. و چون قانون میگه زمانی که اینمی اصول خدشه وارد شد، کمیسیون شکایات انتخاباتی میتونه اگر در یک حوزه خدشه وارد شده باشد و حوزه را به صورت کامل باطل اعلان کنه. بنابراین جزئی وظایف کمیسیون شکایات انتخاباتی است که وقتی چنین تشخیص را میده و مرجع تشخیص هم خود کمیسیون شکایات انتخاباتی است بر اساس یافته هایی که در دست داره، باید این موارد را و این حوزه ها را باطل اعلان کنه. طبیعتا به می دلیل حوزه کابل باطل اعلان شده. متشکرم از شما علیرضا روحانی، سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی در کابل. برنامه خبری بی بی سی رو با سرخط خبرهای مهم روز پی میگیریم. انفجار انتحاری در مقر نیروی انتظامی چابهار دو کشته و ده ها مجروح به جای گذاشت. کمیسیون رسیدگی به شکایت انتخاباتی افغانستان آرای ولایت کابل را به دلیل آنچه تقلب و جرایم انتخاباتی گسترده خوانده باطل اعلام کرد. در ادامه برنامه، اثرات گازهای گلخانه‌ای بر گرمای زمین، بزرگترین کشورهای آلاینده امسال هند و چین بودند. وزرای نفت کشورهای عضو اوپک بر سر کاهش میزان تولید توافق کردند. قرار است میزان دقیق کاهش تولید تا فردا شب اعلام شود. نشست دوره‌ای وزیران نفت کشورهای عضو سازمان اوپک در وین برگزار شده. خبرنگار ما بهرنگ تاجین هم از مقر اوپک در وین با ماست. الان با کاهش صادرات نفت ایران، بهرنگ، باید قیمت نفت بالا می رفت ولی در عوض پایین آمده، چرا؟ بله،
به خاطر بحث عرضه و تقاضاست. وزیر انرژی امارات که رئیس دوره‌ای اوپک هست، در پیش از شروع نشست وزیران اوپک هم توی سخنرانی اولش دقیقا به همین مسئله اشاره کرد که یک عدم توازنی بین عرضه و تقاضا در بازار نفت وجود داره. سوال اساسی این بود که این اجماع بین اعضای اوپک وجود داره کم و بیش که باید تولید نفت پایین بیاد تا قیمت بعد از این 30% کاهشش در 2 ماه دوباره حداقل تثبیت بشه یا اینکه یه مقداری بالاتر بره. سوال اصلی اینه که چقدر؟ صحبت از 1,300,000 بشکه، 1,400,000، 1,800,000 بشکه بود در روزهای قبل، ولی قبل از اینکه جلسه وزرا پشت درهای بسته شروع بشه وزیر نفت عربستان گفت که فکر میکنن حدود 1,000,000 بشکه کاهش تولید از سوی اوپک شاید کافی باشه. اما سوالی که هست اینه که آیا ایران هم قراره در این کاهش تولید مشارکت کنه یا نه؟ بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران در مورد این قضیه اینو گفت. ایران هرگز کاهش جدیدی رو در این شرایط برای تولید خودش در شرایط تحریم نخواهد پذیرفت. عربستان داره 1,000,000 بشکه بیشتر از سهمیه‌اش تولید میکنه. تو چنین شرایطی شما فکر نمی‌کنین اصلا جایگاه اوپک و نقش اوپک داره به خطر میفته؟ چرا؟ فکر میکنم اوپک داره خیلی آسیب میبینه به این دلایل. چه کار میکنه؟ تکروی‌هایی که داره میشه اوپک رو داره آسیبای جدی بهش میزنه. چه شکلی میخواین جلوی این تکروی‌ها رو بگیرید؟ مذاکره ما اینجا میتونیم بکنیم، اینجا ابزاری جز مذاکره نداریم. ولی فکر میکنین اگر عربستان همچنان و بقیه همچنان به همین رویه ادامه بدن که سهمیه ها رو ندیده بگیرن، فکر میکنید که ممکنه ایران هم راه قطر رو پی بگیره؟ نه، ما اوپک رو ترک نمیکنیم، ولی اینها نشانه های خوبی نیست برای بقای اوپک که داره اتفاق میفته. چقدر واقعا فکر میکنی که بهرنگ اوپک بخواد کاهش تولیدش رو کاهش بده؟ ببین، دقیقا این سوالیه که باید صبر کنیم دبیر کل اوپک و رئیس دوره‌ای اوپک. اینجا خبرنگارها ساعت هاست منتظرن که جلسه تموم بشه و بیان در کنفرانس خبری همین رو اعلام بکنن. شاید هم رقم دقیق رو بذارن که فردا که جلسه کشورهای اوپک و غیر اوپک هست اونجا مثلا اعلام کنن و بعد از اون جلسه وقتی با روسیه و دیگر تولید کننده های نفتی که عضو اوپک نیستن به توافق رسیدن اونجا یک جا اعلام بکنن. نکته ای که وجود داره اینه که رئیس جمهوری آمریکا سال جاری میلادی 9 بار توییت کرده، از جمله همین دیروز، و به طور خاص از اوپک خواسته که تولید نفتش رو کم نکنه. و شما دیدید که دیروز هم نماینده ویژه آمریکا در امور ایران در همین وین با خالد فالح وزیر نفت عربستان جلسه داشت و به نظر میاد آمریکا از عربستان میخواد که جلوی کاهش زیاد تولید و بالا رفتن قیمت‌ها رو بگیره تا فشار به ایران افزایش پیدا بکنه. حالا باید ببینیم که پشت درهای بسته دو طرف‌های مختلف 15 کشور عضو اوپک به چه نتیجه‌ای میرسن. متشکرم از تو بهرنگ تاجرین از مقر اوپک در بیان. مذاکرات برای پایان دادن به جنگ یمن در استکهلم سوئد در حال برگزاری است. این اولین مذاکرات در 2 سال گذشته است که توانسته طرف‌های اصلی درگیر جنگ را قانع کند با هم در گفتگوها حاضر باشند. بعد از ماها بن‌بست سیاسی امیدهایی برای نتیجه بخش بودن مذاکرات وجود دارد، اما پیش بینی می‌شود راه مذاکرات دشوار باشد. شبنم شبانی گزارش می‌دهد. قلعه یوهانسبرگ در حومه استکهلم، چند هزار کیلومتر دورتر میلیون ها یمنی در محاصره جنگ و در آستانه قحطی به اینجا چشم دوختند. پشت درهای بسته این قلعه آرام مذاکرات برای پایان بخشیدن به جنگ 4 ساله این کشور در جریان است. مذاکراتی که مارتین گریفیتس نماینده سازمان ملل در امور یمن آن را موقعیتی خطیر خوانده. این تلاشی بسیار بزرگ در مقیاس جهانی است برای حل بحران یمن، بحرانی که قابل حل است. اگر این مذاکرات موفقیت آمیز نباشد،
بیش از نیمی از مردم یمن در شرایط شکننده و در خطر قحطی قرار می گیرند. در خط اول کودکانند که آسیب پذیرتر هستند. جنگ تا همین حالا یکی از وخیم‌ترین شرایط انسانی را در یمن رقم زده، کشوری که حتی تا پیش از این منازعه یکی از فقیرترین ها در جهان بود. این اولین بار در 2 سال گذشته است که طرف‌های اصلی جنگ یمن، نمایندگان دولت و حوثی‌ها قبول کردند که در مذاکره با یکدیگر حاضر شوند. مذاکراتی که دولت‌های حامی هر کدام از طرف‌ها هم از آن استقبال کردند. بعد از ماه‌ها بن‌بست کامل سیاسی، حالا این مذاکرات امیدهای هرچند کمرنگی برای پایان منازعه به وجود آورده. اقدامات عملی مانند توافق بر سر مبادله زندانیان در راستای عزم طرف‌ها برای پایان بخشیدن به مذاکرات تعبیر شده. چیزی که نماینده سازمان ملل از آن به عنوان راهی برای به هم پیوستن دوباره بسیاری از خانواده‌ها یاد کرده. با وجود ابراز امیدواری درباره نتیجه مذاکرات، اما این هراس وجود دارد که آنچه بر سر مذاکرات صلح سوریه در سال 2014 آمد، این بار هم تکرار شود. ادامه بحران و تشدید آسیب‌های انسانی. هرچند که نماینده سازمان ملل در امور یمن معتقد است این مذاکرات می‌تواند به نتیجه برسد. بیشتر از خوشبینی نیاز به همت بلند برای حل بحران وجود دارد. فکر می‌کنم همین که افراد اینجا دور هم جمع شدند، این اعتماد را ایجاد کرده که مذاکرات می‌تواند سازنده باشد. سازمان ملل امروز مؤکداً خواستار اقدام عملی حوثی‌ها و نمایندگان دولت یمن برای فرونشاندن آتش جنگ شده. هرچند بعید است دستیابی به صلح از راه مذاکرات به سرعت عملی شود، میلیون های یمنی اما فعلا چاره ای جز امید بستن به آنچه پشت این درها می گذرد ندارند. شبنم شبانی، بی بی سی. در پی انتشار تصاویری از آتش زدن لباس و موی چند فرد در پارک های تهران، پلیس 3 مظنون را بازداشت کرده. گفته می شود مظنون اصلی یک مجرم سابق دار است که قبلا بارها به اتهام زورگویی و آزار جنسی زندانی شده بود. در تصاویری که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، فردی دیده می شود که پنهانی به افرادی که در پارک استراحت می کنند نزدیک می شود و لباس یا موی آنها را آتش می زند. پلیس می گوید همراهان او هم که این فیلم ها را گرفتند بازداشت شدند. پلیس ضد تروریست بریتانیا 3 عضو یک گروه راست افراطی را در نقاط مختلف این کشور دستگیر کرد. این 3 جوان 17 تا 21 ساله هستند. این گروه پیشتر تصاویری در اینترنت منتشر کرده بود که شاهزاده هری نوه ملکه بریتانیا را به دلیل ازدواج با زنی سیاه‌پوست به خیانت نژادی متهم می‌کند. به رغم وقفه کوتاه، انتشار گازهای خطرناک گلخانه‌ای در جو زمین افزایش یافته و جهان را بیش از پیش به طرف گرمای بیشتر و تغییر اقلیم سوق می‌دهد. گزارش یک مؤسسه علمی مرجع نشان می‌دهد صنایع زغال سنگ در چین و هند امسال بیشترین آلایندگی را ایجاد کردند. این گزارش همزمان با کنفرانس جهانی تغییرات اقلیمی منتشر شده. سیاوش اردلان گزارش می‌دهد. گروهی از زنان دلنگران تغییر اقلیم اینجا در کنفرانس جهانی مرتبط با این تغییرات میزنند و میرقصند، بلکه دلهایشان بر اثر گزارش‌های نگران کننده جدید خالی نشود. اما آنچه در گزارش امروز یک مؤسسه تحقیقاتی مرجع آمده، عرق سردی بر پیشانی آنهایی نشاند که امیدوار بودند اراده تازه‌ای برای مقابله با تغییر اقلیم و خطر گازهای گلخانه‌ای که باعث آن می‌شود به وجود آمده. این جدول در مؤسسه جهانی کربن برآوردی کرده از میزان انتشار دی اکسید کربن در جو زمین در سال 2018 که بالای 30 میلیارد تن بوده تنها در یک سال، و نشون میده که کدوم کشورها و مناطق بازیگران اصلی بودند. آمریکا نسبت به سال 1960 تغییر چندانی در انتشار گازهای دی اکسید کربن نداشته. اروپا هم در طول سالیان گذشته روندی ثابت داشته، اما چین رو نگاه کنید که از انتشار بسیار کم گازهای دی اکسید کربن در دهه 60 میلادی حالا به کجا رسیده. و اما هند که بازیگری هستش که به زودی و در طی دهه های آینده به شدت بر انتشار گازهای دی اکسید کربنش اضافه خواهد کرد، و این بقیه کشورهای دنیا هستند و میزان گازهای دی اکسید کربنی که انتشار میدن و سیری به شدت صعودی داره. دولت هایی که نگران تاثیر مستقیم تغییر اقلیم هستند به همراه فعالان محیط زیست
میکوشن امیدها را زنده نگه دارند. امیدواریم بتونیم سر قواعد کار به توافق برسیم. تجربه ما از این مذاکرات نشون میده خیلی از کشورها اثرات تغییر اقلیم رو نه فقط در سطح جهان بلکه به عنوان مسئله ملی به وضوح میبینن. در گزارش نوشتاری و تصویری مؤسسه جهانی کربن به نقش دیوکسید کربن در حفظ تعادل طبیعت اشاره شده که چگونه دیوکسید کربن بین زمین و آب و هوا در طول میلیون ها سال گردشی ثابت داشته. اما با شروع انقلاب صنعتی و استخراج نفت و زغال سنگ از سطح زمین، گازهای دی اکسید کربن زیادی در جو زمین منتشر شدند، مخصوصا از سمت صنایع زغال سنگ که بسیار آلاینده هستند. وقتی این دی اکسید کربن وارد جو زمین میشه، غلظتش میره بالا. وقتی غلظت دی اکسید کربن بره بالا، تعادل طبیعت رو به هم میزنه و این چرخه از بین میره. و در طول 200 سالی که از انقلاب صنعتی میگذره میبینیم که غلظت دی اکسید کربن در جو زمین 1.5 برابر بیشتر شده. طبق گزارش مؤسسه جهانی کربن، انباشت دی اکسید کربن در جو زمین باعث شده که حرارت نور خورشید در جو زمین محبوس بمونه و کم کم متوسط حرارت زمین رو بالا ببره. الان حدود 1.5 درجه نسبت به دوران انقلاب صنعتی گرمای زمین بیشتر شده. ما با یک فاجعه دستساز بشر در مقیاسی جهانی روبرو هستیم. تغییرات اقلیمی بزرگترین خطری است که در هزاران سال گذشته انسان را تهدید می کند. اگر امروز برای مقابله با آن اقدام نکنیم، با فروپاشی تمدن‌های خود و انقراض موجودات کره زمین روبرو خواهیم شد. نفوذ کلام دیوید اتنبرو زیاد است، ولی در حدی نیست که سیاست‌های راهبردی خیلی از کشورها را که چشم امید به سوخت فسیلی دارند تغییر دهد. از جمله خود لهستان که میزبان کنفرانس جهانی تغییر اقلیم است، ولی 80% سوخت خود را هنوز از زغال سنگ تأمین می‌کند. ماده‌ای که زمانی دنیا را از عقب افتادگی بیرون کشید، ولی حالا به سمت آینده‌ای به سیاهی خودش سوق می‌دهد. سیاوش اردلان، BBC. به پایان این بخش خبر می‌رسیم. تا دقایق دیگه با خلاصه‌ای از خبرها با شما خواهم بود.